عزیزی تلویزیونی سیاحی و هنرهای مردمی، برنامه نوبتی اگروتوریسم در دایره جشن بوشکوی مردم تاجیک که در باغ فرهنگی فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی جریان دارد تهیه می‌گردد. مهرگان جشن عام مثل ایده‌های تاریخی نوروز، صدا، ترگون از قدیمترین ایده‌های ملی مردم آریای نژاد است. جشن مهرگان ایده جنبست تابستان و تیرمه، آغاز فصل زمستان، جشن جمع‌آوری حاصل، معین نمودن محصول یک ساله زحمت مردم، نتیجه دوره خشکی و آفتابی و حاصل زمکنی و حاصل غنداری می باشد. بسیار خوشحالم و بسیار میبالم و مینازم که ما چون این فرهنگ شکوهی داریم و امروز تاجیکستان قلب تپنده این فرهنگ و این شکوه نیاکانی ماست و به واقع باید گفت من وارد این باغ فردوسی که شدم که آراسته به نام فردوسی بزرگه، متوجه شدم که آنچه که فردوسی آرزو میکرده امروز در این باغ داره احیا میشه. آرزوهای فردوسی، آرمانهای نیاکانی ما امروز با شادمانی، با آراستگی، با رقص و پایکوبی، با موسیقی، با فرهنگ خجسته نیاکانی ما، اون هم جشن مهرگان که سال روز به تخت نشستن و تاجگذاری فریدون شاه کیانی، شاه بزرگ فرهنگ ایرانی است و فرهنگ تاجیکی است، امروز با هم به منصه ظهور نشسته و من از این جهت در این باغ شکوه فرهنگ آریایی رو دیدم و تاجیکستان رو با وجود اینکه دومین بار میام به تاجیکستان، اما با تمام وجود امروز برای من روز خاصی است. در این روز با تشبث وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، فستیوال نمایش محصولات و تکنیک کشاورزی، فستیوال زنبور پروران، نمایش و فروش عسل، فستیوال نمایش و فروش شالی و برنج دایر گردید. در این جشنگاه کشاورزان مملکت با مناره و آرایشات مخصوص نوه‌های گوناگون زراعت، میوه و سبزیجات و پالیزی‌ها از قبیل خربوزه و تربوز، انگور، خرما و انار و دیگر نوع محصولات کشاورزی را پیشنهاد نمودند که سرزمین بهشتی بودن تاجیکستان را بار دیگر نشان می‌دهد. پس از قبول گردیدن برنامه‌های دولتی درباره رشد عسل پروری که از طرف جناب عالی طرفداری کرده شد و این برنامه‌ها سال به سال عملی گشت، ما این کار را به نظر گرفته رشد ساحه زنبور پروری را در فیض آباد ترقی دادیم. محصولاتی که امروز در عید مهرگان عید کشاورزان پیشنهاد کرده شده است برای رشد آینده سیاحی کشاورزی که در این آمده بینند، تماشا کنند و این نمود محصولات های ما را به دیگر جا برده با معرفی کنند. صبح بر وقت ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه برای تماشای نمایش پرشکوه امروزه گروه گروه به باغ وارد شده، از تماشای نعمت های پرسخای سرزمین خیش بهره می بردند. دهقانان مملکت از تمام گوشه و کنار جمهوری دسترنج خود محصولات کشاورزی از قبیل نوهای گوناگون زراعت، میوه‌جات، سبزیجات، عسل طبیعی، تکنیکای و تکنولوژی، اختراعات وابسته به ساحه را پیشنهاد اشتراکداران نمودند. در نمایش مذکور یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه امامعلی نصرالدین زاده، معاون سروزیر مملکت سلیمان زیازاده، وزیر کشاورزی مملکت قربان حکیمزاده، نمایندگان حکومت مملکت، وزارت کشاورزی، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، اکادمی علم های کشاورزی، دانشگاه اگراری تاجیکستان، کمیته و مؤسسه های گوناگون از جمله کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ساکنان و مهمانان پایتخت اشتراک نمودند. هدف از برگزاری عید مذکور ترغیب رشد محصولات کشاورزی، معرفی دسترنج دهقان، احیا نمودن انعنه های پرورش نوهای گوناگون میوه‌جات و سبزیجات و از تجربه دهقانان بهره بردن است. همچنین در یک گوشه باغ، گوشه سیاحی مملکت تشکیل گردیده، این جشن قدیمی همچون برند ملی سیاحی معرفی گردید. با
باعث قید است که برگزاری چنین چهارابنی‌ها همچون برند ملی سیاحی و حساب می‌رود به رشد سیاحی اگر سیاحی مساعدت می‌نماید و در این زمینه یک قطار گروه‌های سیاحی که از جانب شرکت‌های سیاحی یعنی در شهر دوشنبه یعنی گشت گذار نمودند البته از این چهارابنی دیدن نمودند که برای معرفی نمودن امکانات‌های سیاحی سر وقتی ارزیابی می‌گردد. از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با دیگر ساختارهای مربوطه جمهوری به مناسبت تجلیل عید مهرگان گوشه سیاحی تشکیل کرده شد. در گوشه مذکور امکانات های سیاحی اگراری، سیاحی تبابتی و سالم نگهداری و سیاحی کوهنوردی به معرض تماشای مهمانان گذاشته شده است. به نهایت خرسند از آن هستیم که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به خود انامین سمت سیاحی رشد آن در جمهوری تاجیکستان بسیار گویا منمون اقدام ها و بسیار نقشه های دوراندیش خود را گذاشته است که ما همچون یک متخصص استاد ورزش سیاحی کوهی هستم که در خارج تحصیل کردیم ما را این شاد می نماید به خاطر اون که واقعا امروز در تمام دنیا سیاحی یکی از سمت های افضلیت نو یکی از سمت های بی نهایت یعنی که می تواند که دی خود دولت را با انامون مبلغ زیاد تامین کنه و تمام شهروندان می تواند که از جهت رشد سمت سیاحی گویم نقش خود را گذارم و یک مبلغ معین نیز کار کنم برای سطح زندگی بالام. واقعا امروز بینید که در اینجا ما در خود گوشه سیاحی بسیار اسباب های سیاحی مخصوص رو در اینجا لوازمات های رو آوردیم لوازمات های مخصوص سیاحی رو آوردیم و خاطر اون که واقعا ما در عمل نشان داده توانیم تمام اسباب های سیاحی که در اینجا هست تمام اون لوازمات ها جوابگو به همین درجه بین المللی هستند. یکی از مقاصد اساسی امروز تیار کردن آماده نمودن متخصصان باشد و مقصد دیگر آماده نمودن مردم عادی که برای اونها هم چنین بوندونی و طرز معاشرت و معامله و غیره. طبق هدف‌های استراتژی در ابتدا برند سیاحی کشور توسط عملی‌گردانی چورابینی‌ها معین شده با ورود شدن معلومات نوی ایلاوگی از سیاحان واقعی به معرفی نمودن مملکت مساعدت می‌نماید. در گوشه سیاحی که امروز کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آماده نموده است موادهای اطلاعاتی از جمله براشورها و بوکلت ها با فراگیری سیاحت سالمگردانی، سیاحت تبابتی، اکولوژی، سیاحت کشاورزی و دیگر نمودی سیاحت ها را به معرض تماشا گذاشته است. مقصد از تشکیل نمودن گوشه سیاحی در اینجا معرفی نمودن سیاحی جمهوری تاجیکستان و خصوصا سیاحی اگراری می باشد. تجلیل جشنهای ملی خاص کشاورزی از جمله نمایشگاه محصول کشاورزی مهرگان دقت سیاحان و مهمانان خارجی را به کشور آفتابرویه ما بیشتر جلب نموده لذت میوه های شهدبار تاجیکستان همیشه در خاطر آنها باقی میماند که این به رشد سیاحی کشاورزی یا خود اگروتوریسم مساعدت می نماید. برای ما راستی اینجا آمدن و غوطه‌ور فرهنگ و تمدن هزارساله شما شدن یک واقعه نادر بود. به من به نهایت پسند آمد. اینجا کنار شما بودن و جشن کوهن شما را تجلیل کردن. من میوه‌های خوش لذت و کلچه‌قندهای شما را چشیدم. خیلی پسندم آمدند. در کشور ما این نوع میوه‌های طبیعی شیرین و خوراک‌های خوردن باب خیلی کمند. از جریان تجلیل باشکوه جشن مهرگان شماره زیاد سیاحان خارجی از برزیلیا، انگلیا، ارمنستان، افغانستان، ایران، زلاندیا نو و دیگر کشورهای دور و نزدیک دیدن نموده یک جهان تأثیرات نیک و خاطرمان برداشتند. من بسیار خرسند هستم از دیدار بارها مجدد شهر دوشنبه که همیشه آب می آورد و یک بار دیگر هم این جشن مهرگان رو دیدم. درود میفرستم به مردم تاجیکستان، به رهبر گرانقدر، پیشوای گرانقدر تاجیکستان که این جشنهای نیاکانی رو اینجوری برپا میدارن. جشن مهرگان، سده، بهمنگان، نوروز مخصوصا. در شهر دوشنبه من حالا شاهدی یکی از نمایشگاه های بسیار زیبای کشاورزی شدم. همه خورسند ارغوش می روند. چون امروز در سراسر کشور شما جشن است و آدمان اینجا برای خوشحالی کردن می آیند. بهترین وقت است که در دوشنبه هستم.
فکر میکنم که اینجا بهترین مکان است که ما در آسیای مرکزی قرار گرفته ایم. اینجا بودن برای ما به طور غیر عادی خاطرمان است. اینجا خیلی زیبا و مفتون کننده است. یکی از رسامان علکه مرا توانست که تصویر نماید. به این رسم زیبا نگاه کرده چی فکر دارد؟ و من آدمان اینجا خیلی پسند آمدند، زیرا مهربان و صمیمی هم. گروهی سیاحان را راهبلدان و ترجمان ها همراهی کرده با گوشه های گوناگون نمایشگاهی جشنی شناس می نمودند و به سوال های سیاحان بابت انعنه و فرهنگ ملت تاجیک پاسخ می گفتند. طور مشاهده ها نشان داد سیاحان به انعنه تجلیل جشن مهرگان، هنرهای مردمی، محصولات کشاورزی و باغداری و اصل پروری حسن توجه ظاهر نموده در بهترین گوشه ها رسم های خاطروی می گرفتند. یادآور می شویم که در 9 ماه سال روان در همه شکل های خواجگیداری جمهوری استحصال غلدانگی ها به 1,418,250 تن، پخته 152,945 تن، کارتوشکا 84,496 تن، سبزیجات 2,450,013 تن، پلیزی 914,793 تن، میوه 511,824 تن، انگور 148,087 تن، گوشت 2,118 تن، شیر 688,925 تن، تخم 857,491 تن، پشم 7,163 تن، پیله 223 تن و ماهی به 2,780 تن رسانیده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته استحصال غلدانگی ها 115%، سبزیجات 111.3%، پلیزی 121.3%، میوه 141.6%، گوشت 109.1%، شیر 104.3%، پشم 104.7%، اصل 103.4% و ماهی 132.4 برابر زیاد است. برای بهتر نمودن دسترسی خواجگی های کشاورزی به تکنیک های کشاورزی طبق معلومات فوری در 9 ماه سال روان به جمهوری 1522 تکنیکای موثر کشاورزی از جمله 738 تراکتور گوناگون تمغه، 19 کمباین غلادروی، 60 تایبند، 194 اسپوری تراکتوری، 35 کارتوشکا شینونک، 15 تخمی پوشک پخته، 16 گندم کوبک و دیگر تکنیکای تکنولوژی ورید و پیشنهاد کشاورزان گردیده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 334 عدد از جمله 190 تراکتور زیاد ورید شده است. در جشن مهرگان اینچنین نمایش و فروش نوهای گوناگون اثر زنبورپران ولایت سغد و ختلان و ناحیه های تابع جمهوری دایر گردید. ما حالا در تجلیل جشن تاجیکان قرار داریم. با من اینجا خیلی پسند آمد. ما خیلی خرسند هستیم که به وقت جشن کشاورزی اینجا آمدیم. به حد مفتون زیبایی و رنگارنگی این جشنواره شدیم. به ما زنبورپروران اصل تحفه نمودند. واقعا این خیلی خوب است که شما را در سطح بلند در یک دولت پیشواز میگیرند. طبق معلومات آماری به حالت 1 اکتبر سال روان در همه شکل های خواجگیداری جمهوری استحصال اصل به 4062 تن رسید که نسبت به همین دوره سال گذشته 103.4% زیاد است. در نمایش ایدونه تاکید کرده شد که جشن مهرگان در فرهنگ و تمدن تاجیکان جایگاهی به خود خاص داشته، مردم ما ارزش های والای آن را در خاطره تاریخی خیش نه تنها چون دوری گرانبهای معنوی حفظ نمودند، بلکه دوامی هزار ساله ها رسم و آیین خود را وابسته به طلب دور و زمان و سه تجلیل می نمودند. باید گفت که استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای احیای رسم و آیین های ملی از جمله مهرگان زمینه واقعی به وجود آورد. محض توجه خاص اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با گرامی داشت و احیای جشن های ملی بود که در زمان صاحب استقلالی مملکت مهرگان از نو با تمام شهامتش احیا و به قطار بهترین جشن های ملی وارد گردید و هر سال با تنتنه جشن گرفته می شود. در این برابر امروز در جمهوری ما توجه به نوع سیاحی کشاورزی افزوده است. برگزاری این جشن ها بهترین فرصت خواهد بود برای اینکه بتونه همه هم سیاحان و جهانگردان رو، توریست ها رو جذب بکنه. کدام آیین رو شما در دنیا سراغ داری جشنی که این همه شکوه و پشتوانه داشته باشه؟ جهانیان فستیوال و جشنواره می سازن با پیشینه 200 سال، 300 سال،
400 سال این جشن ها پیشینه 4000 ساله داره، کهن‌ترینه. و کدام جشنه که این همه با شادمانی، با رقص و پایکوبی، با این همه آیین های نیکو، با این همه محصولات کشاورزی که عرضه شده و چقدر دسترخوان های زیبایی رو من در اینجا دیدم. اینها بالاترین منبعی میتونه باشه که گردشگران رو، جهانگردان رو، سیاحان رو جمع بکنه و تاجیکستان رو، من باور دارم اگر این جشن ها همچنان ادامه پیدا بکنه و تبلیغات خوبی هم بشه در دنیا روی اینها، مطمئن باشید نه تنها فقط آریایی ها و از کشورهای همتبار ما مثل افغانستان و ایران و تاجیکستان و ازبکستان، بلکه از سراسر جهان رو به اینجا گرد خواهد آورد. هیچ جشنی به این اندازه شکوهمند نیست. زیرا میوه های شهدبار و از لحاظ اکولوژی تازه تاجیکستان از جمله انگور، شفتالو، زردالو، گیلاس، سیب، نوک و جمع‌آوری آنها بی‌واسطه در باغ ها، سبزیجات تر و تازه، محصولات پالیزی چون خربوزه و تربوز، میوه خشک، عسل بالذات ترین، افشوره میوه و سبزیجات و دیگر محصولات از لحاظ اکولوژی تازه زمینه رشد سیاحی، کشاورزی یا خود اگروتوریسم به شمار می‌رود. حالا ساکنان شهر و دهات تاجیکستان به افتخار مهرگان جشن بزرگ می آرایند و دستورخانهایشون را با انواع میوه ها، تربوز و خربوزه، سبزیجات و خورش های دیگر آراسته در اطراف خانی پرناز و نعمت، ترانه سرایی و رقص و بازی می کنند. اینجا بسیار زیبا و دلربا و رنگ و برنگ است. با ما خیلی پسند آمد. بله، جشنواره بسیار زیبا تهیه شده است. همش در سطح عالی است. عموماً کشور شما خود عالی های فرهنگ و تمدن هزار ساله است. با تمام مردم تاجیک جشن تیرماهی را شاد باش میگویم. مردم جشن مهرگان را با نیت برگزار می نمایند که همه ساله حاصل دهقانیشان فراوان گردد. روزگارشان آسوده و مال و حالشان بی‌گزند باشد و خیر و برکت از خاندانشان کنده نشود. امروز مهرگان جشن کشاورزان، حاصل و فراوانی نعمت دهقانی، برکت روزگار و خوشی مردم فرهنگ سرشت و زحمت پیشه تاجیکستان گردید است. ما اومدن زمان به اینجا غرق تأثیرات نیک و شادمانی ها شدیم. ارغوشتوی های تاجیکانه و چهره های خندان تاجیکان خوشترین احساسات را به هر بیننده اهدا میکند. انسان های نیک و مهربان و صمیمی‌اند مردم تاجیک. همچنین در دایره تجلیل جشن مهرگان، فستیوال نمایش محصولات و تکنیک کشاورزی، فستیوال زنبور پروران نمایش و فروش عسل، فستیوال نمایش و فروش شالی و برنج، نمایش فرهنگی فراغتی پیشکش تماشابینان کرده شد. همین طور چورابینی وسیع فرهنگی فراغتی بخشیده به جشن ملی مهرگان با سخنرانی مهمانان رسمی و سپریدن سپاسنامه و تحفه های خاطروی، جهت اشتراک فعالانه و تشکیل گوشه های نمونوی از جانب وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان با کشاورزان و هنرمندان، نمایندگی مؤسسه و کارخانه ها و شهر و نواحی مملکت به پایان رسید. اینجا بینندگان عزیز میرسیم به پایان نشر نوبتی برنامه اگروتوریسم از تلویزیون سیاحی و هنرهای مردمی که از تجلیل جشن باشکوه مهرگان پیشنهاد شما گردید. با امید سلامتی و سربلندی و سعادتمندی شما تا برنامه های آینده خیر.